خداوند متعال، سلام و وقت شما ازان بخیر باشه. آرزو دارم که همتان جور و صحتمند باشین و لباس عافیت بر تن داشته باشین و کوشش کنین که متوجه صحتتان زیاد باشین، به خاطر که به طرف خزان، البته در خزان نزدیک هست، نزدیک چی که بیخی در خزان هستیم، فصل خزان میشه و آب و هوا در تغییر میباشه. شما هم متوجه صحتتان بیشتر باشین. اگر خدای نخواسته مثل من ناجور شدین، دیگه تا آخر باز بخیر ناجور میباشین. خب عزیزان، برنامه اناتومی هست و محسی باکبری خدمت حضورتان حاضر هستم و تا آخرین دقایق برنامه همراه شما خوبانه بخوایم. خدا کنه که برنامه هم مورد پسند شما عزیزان واقع بگرده. و در برنامه گذشته در رابطه به سیستم اعصاب و اعصاب که ناحیه لوور لیمب یا اطراف سفلی را و همچنان پاها را تصیب میکرد برتان معرفی کردیم، که از او جمله یک مقدار بحث ما باقی مانده بود که در رابطه به خود اعصاب گلوتیال بود و بعضی اعصاب دیگره که نقش داشتن باقی مانده بود که در این برنامه او را هم برتون به معرفی میگیریم و همچنان بس دیگره که برتون به معرفی میگیریم در رابطه به خود سیستم خونرسانی و تخلیه وریدی خود اندام تحتانی میباشه که کدام شریان و ورید در این نقش دارن، یعنی شریان هایی که در ناحیه خونرسانی میکنن و ورید هایی که تخلیه میکنن کدام ها هستن. ان شاء الله که او را هم برتون به معرفی میگیریم و اگر احیانا با نبود وقت برنامه باقی ماند بحث ما، انشاءالله در برنامه گذشته متباقی شه برتان خواهم گفت. خب عزیزان، اعصابی که باقی مانده بود عبارت از اعصاب گلوتیال بود، که اعصاب گلوتیال ما عبارت از اعصاب حرکی اصلی ناحیه گلوتیال می باشه که یک سوپیرور گلوتیال داشتیم و یکی هم انفیرور گلوتیال داشتیم. یعنی اعصاب خود گلوتیال ما که میبینید در این قسمت گفتم که اینی ناحیه کلا ناحیه گلوتیال میشه، یعنی در پشت سر وقتی که میبینید این قسمت کلا ناحیه گلوتیال هست که یک گلوتیال بالایی داشتیم و گلوتیال پایینی هست، که اعصابی که در این ناحیه قرار دارن البته سوپیرور گلوتیال نرو است که خود سوپیر گلوتیال نرو ما ای از شاخه های قدامی خود البته L1 تا البته L4 تا S1 شروع میشه، که این قسمت L4 هست، از L4 تا S1 میبینین که شاخه های قدامی داره، که شاخه های قدامی شروع میشه لگن را از طریق گریتر سیاتیک ناچ میبینین، این قسمت گریتر سیاتیک ناچ هست که لگن از طریق گریتر سیاتیک ناچ در بالای عضله پرفورمیس که در این قسمت قرار داشت، عضله پرفورمیس در بالای از او ترک میکنه و بخش های زیر تاثیر رسانی، البته تاثیر میکنه بخش های زیر کدام بخش ها را، یکی عضلات در این قسمت ما عضلات داریم که عضلات خود گلوتیوس میدیوس و مینیموس می باشه که سه عضله هست، البته گلوتیوس مکزیموس میدیوس و مینیموس می باشه که از او جمله گلوتیوس میدیوس و مینیموسش سوپیرور گلوتیال تاثیر میکنه و همچنان عضله خود تنسر فیشیال لاتا یا همچنان مو عضله کش کننده فشیای خود عمیق ران هست که در این قسمت قرار داشت، او را تصیب میکنه، توسط سوپیرور گلوتیال نرو تصیب میشه و همچنان انفیرور گلوتیال نرو ما که در این قسمت قرار داره، البته در این مدل اوقدر برتون نشان نداره، این قسمت رو میبینین که سوپیرور گلوتیال نرو هست و انفیرور گلوتیال نرو هست در این قسمت در مدل در پایینش، که انفیرور گلوتیال نرو ما از اعصاب خود S2 البته L5 تا S2 رو شروع میشه، اینی L5 هست، S1 و S2 که از این قسمت ها اینا چی میکنن شروع میشن و از یک جا شدن همی اعصاب شروع شده و در زیر عضله پرفورمیس میبینین این قسمت عضله پرفورمیس قرار داره دیگه، در زیر عضله پرفورمیس اینا گریتر سیاتیک ناچ ترک میکنن، گریتر سیاتیک ناچ هست میبینین این قسمت، گریتر سیاتیک ناچ از این قسمت ترک کرده و وقتی که ترک میکنه وارد ناحیه گلوتیال میشه، این ناحیه گلوتیال هست که وقتی ناحیه گلوتیال شد عضله گلوتیال بزرگ یا امو گلوتیال مکزیموس این تصیب میکنه و عصب رسانی میکنه، در این قسمت قرار داره و همچنان بعضی شاخه های عصب دیگر که ایلیو انگوینال بود که از L1 منشأ گرفته بود و همچنان جنیتو فیمورال بود که ای اعصاب L1 و L2 منشأ گرفته بود، البته هر دوش از شبکه کمری به سمت بالای ران میاد، میبینید از این قسمت ها اعصاب جدا شده
و به نام های مختلف یاد میشه و همچنان lateral cutaneous nerve of the tight بود که ای خودش از L2 و L3 شروع شده و همچنان quadratus femoris بود که اینا نظر به نام عضلاتی که در اون ناحیه قرار دارن و البته نامگذاری شدن و از L4 تا S1 منشأ میگیره و همچنان خود اعصاب سوراخ کننده جلدی رانی بود که ای هم S2 تا S3 منشأ میگیره. خب اعصاب را در این ناحیه امید است که شما عزیزان هم شنیده البته درک کرده باشین و دانسته باشین که کدام اعصاب در ناحیه خود اندام تحتانی قرار داشت که فیمورال بود، عبارت ابتراتور بود، سیاتیک بود، گلوتیال بود که تمام شد دانه دانه برتان و معرفی گرفتیم و شاخه های بعدی که از اعصاب البته منشأ گرفته بود او را هم برتان به معرفی گرفتیم و فعلا هم میرسیم به شریان ها و ورید هایی که در ناحیه پاها اینا خون رسانی میکنن و تغذیه میکنن ناحیه پا و همچنان عضلاتی که در ناحیه وجود داره توسط همی شریان و ورید تغذیه میشن کدام ها هستن. خب طبق اعصابی که برتار به معرفی گرفتیم به همون نام شریان های هم در ناحیه پا وجود داره. مثلا اعصاب فیمورال گفتیم که شریان هایی که در ناحیه پا وجود داره البته اندام تحتانی نه در تنها ناحیه پاها هست قرار داره عبارت از فیمورال آرتری هست یا شریان فیمورال می باشه که شریان فیمورال گفتیم که به اندام تحتانی شریان اصلی خون رسانه یعنی خون دهنده یا خونی که می رسانه به اندام تحتانی شریان فیمورال می باشه، قسمی که عصب سیاتیک بزرگترین عصب ناحیه بدن بود و ای هم البته شریان اصلی خون رسانی میکنه ناحیه اندام تحتانی را که در این قسم که شما در مدل میبینین اینی ابدومینال اورتا هست یا اورتای بطنی که برش میگفتیم. این میآید تا ناحیه لگنه که میرسه در این ابدومینال اورتا هست. وقتی که در این ناحیه میرسه به دو قسمت تقسیم میشه، یکی رایت کامون ایلیاک و یکی هم لفت کامون ایلیاک تقسیم میشه، یعنی ایلیاک راست و ایلیاک چپ میباشه که راست و چپ تقسیم میشه. وقتی که تقسیم شد اینا در شکم قرار دارن. شریان ایلیاک خارجی ما که باز اینمی خودش باز به دو ناحیه دیگر در اینجا میبینین تقسیم شده، یکی انترنال ایلیاک هست یکی اکسترنال ایلیاک می باشه، یعنی به ایلیاک داخلی و ایلیاک خارجی تقسیم میشه. چون یکی خود ابدومینال اورتا میایه به دو قسمت تقسیم میشه که رایت کامون ایلیاک لفت کامون ایلیاک می باشه، باز خود همین لفت و رایتش به دو شاخه دیگه تقسیم میشن که عبارت از انترنال ایلیاک و اکسترنال ایلیاک می باشه. یعنی ایلیاک به چی معنا؟ چون استخوان ایلیوم داریم اینجا دیگه، به خاطر اونمون نامگذاری شده که ایلیاک داخلی و ایلیاک خارجی می باشن، یعنی او شریانی که از ایلیوم به خارج رفته، شریان کزیلیوم به طرف داخل رفته و خود شریان ایلیاک خارجی ما تبدیل به فیمورال آرتری میشه. اینی را میبینین این فیمورال آرتری هست که ای در حقیقت آمده اینی قسمت اینطوری قرار داره که از این مدل جدا شده. البته در این قسمت این قسم قرار داره که ای از ایلیاک خارجی و وقتی که میایه عبور میکنه البته در نهایت به فیمورال آرتری تبدیل میشه یا به شریان فیمورال تبدیل میشه که همراه با دیگر عروق از میبینین که از زیر لیگامنت انگوینال عبور کرده و همچنان وارد مثلث فیمورال شده و در سطح قدام ران میبینین که در سطح قدامی ران هست که باز به طرف پشت سر رفته قرار داره و شاخه های آن اغلب چی میکنن؟ قسمت های ران تمام ساق و همچنان پا را میبینین در این قسمت خوبتر واضح ببینین، میبینین که تمام قسمت هایش از ران ساق و همچنان پا را میبینین که توسط خود شریان فمورال ایچی شده خون رسانی شده و در اون ناحیه قرار گرفته و خون رسانی کرده ناحیه را. خب ایرم دانستین که از کجا منشأ گرفته و به چند شاخه تقسیم شده، چه قسم به شریان فیمورال تقسیم شده تبدیل شده و کجاها را خون رسانی میکنه. خب شریان های بعدی که در خون رسانی خود ناحیه البته اندام تحتانی یا پا قرار داره، ولی قبل از اینکه شریان ها را برتان به معرفی بگیرم خوب است که در تصویر در کتاب برتان نشان بدم تا اینکه میشه در مدل درست نفهمیده باشه. خب قبل از اینکه در تصویر برتان نشان بدم میریم یک وقفه کوتاه، دوباره برمیگردیم بعد از وقفه بخیر.